تشدید جنگ و بمباران در لبنان. رویترز. حملات سنگین شنبه شب و بامداد یکشنبه بیروت را لرزاند. شعله های آتش از فاصله دور قابل مشاهده بود. همزمان با آمادگی اسرائیل برای پاسخ به حملات موشکی رژیم، ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، برای کنترل وضعیت وارد اسرائیل شد. تا بعد از ظهر یکشنبه، هنوز خبری در این باره منتشر نشده است. تایمز پنتاگون چند هزار سرباز دیگر را در منطقه مستقر خواهد کرد. نیویورک تایمز نوشت پنتاگون اعلام کرد چند هزار سرباز آمریکایی دیگر را در منطقه مستقر خواهد کرد. یک مقام وزارت دفاع گفت تعداد آنها بین 2 الی 3 هزار خواهد بود و شامل کادرهای نیروی هوایی به همراه 3 اسکادران جنگنده دیگر به علاوه پرسنل خدماتی و حفاظتی آنهاست. ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، خواستار سربازان بیشتر شد تا از نیروهای آمریکایی در منطقه حفاظت کند و در دفاع از اسرائیل آنها را به کار بگیرد. دانا استرول، مقام ارشد سابق وزارت دفاع آمریکا در عبور خاورمیانه گفت در حال حاضر نیروی کافی در منطقه است تا اگر رژیم ایران وارد شود ما بتوانیم از اسرائیل دفاع کنیم و این کار را خواهیم کرد.
ادعای عراقچی بعد از دیدار با بشار اسد. هر گونه تهاجم به ایران توسط رژیم اسرائیل با پاسخ قوی تر ما مواجه خواهد شد. می توانند اراده ما را امتحان کنند. حسن خمینی: بازدارندگی نظامی ما وقتش است که یک سطح برود بالا. بازدارندگی ما باید اقتصادی باشه، ما باید قدرت اقتصادی میبریم بالا، هرچی بیشتر رضایتمندی مردم بره بالا. بازدارندگی نظامی مون به نظر من وقتشه که یه سطح بره بالا. ما باید بازدارندگی نظامی مون سطحی ببریم بالا. امروز دنیا به جایی رسیده تو این شرایط ما لازم بازدارندگیمون رو قوی تر بکنیم. بازدارندگی جمهوری اسلامی باید در همه موارد باشه. یکی از موارد بسیار مهمش هم اینه که مردم باید پشتیبان این سیاست‌های کلی جامعه در این مسئله باشن. مسئله بسیار خطرناکه، ولی گفت ای آن که غمگنی و سزاواری، ون در نهان سرشک همی باری، شو تا قیامت هایت زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. مستی مکن که نشنود و مستی، مستی مستمندی، زاری مکن که نشنود و زاری، اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری. از دل این حادثه فتح ها انشاءالله بیرون میاد، به شرط اینکه ما دل هامون محکم باشه، همراه باشیم، به خرد توجه بکنیم، به عقلانیت توجه بکنیم، نه به معنای تحور. مرحوم آقای محتشمی که کمتر هم ازش یاد میشه، او پایه‌گذار حزب الله، سفیر وقت ایران بوده در سوریه که خب در همون جا اسرائیل ترورش میکنه، این دستش هم قطع شده بود دیگه. آقای محتشمی این مجموعه رو پیدا میکنه، خودش میگه من یاستاسن رو دیدم، میشدم خیلی آدم با استعداد باهوشی است، جذبش کردم و اومدم رفتم. این مجموعه شکل میگیره. خب اول یه جریانش باشد با 4-5 تا کلاشینکوف. احمد نادری عضو مجلس رژیم: بالاتر رفتن سطح بازدارندگی جمهوری اسلامی تجدید نظر در دکترین هسته‌ای است. نادری عضو مجلس ارتجاع در پیامی در شبکه ایکس خود نوشت: بالاتر رفتن سطح بازدارندگی جمهوری اسلامی تجدید نظر در دکترین هسته‌ای است. این تجدید نظر در فضای آنارشیک سیاست بین المللی و وجود تهدیدات بزرگ از سوی رقبا و دشمنان یک ضرورت است. تنها قدرت‌های اتمی می‌توانند توازن قدرت ایجاد کنند. واشنگتن پست: تحلیلگران نگرانند که تهران در مواجهه با شکست‌های نظامی به دنبال بمب اتمی باشد. مقامات و تحلیلگران می‌گویند شکست‌های نظامی اخیر دقیقاً تحولی است که می‌تواند منجر به اقدام نهایی برای ساخت بمب توسط رژیم ایران شود. رژیم ایران یکی پس از دیگری با شکست‌ها مواجه بوده است، از جمله از دست دادن فرماندهان نظامی خود و متحدانش در حملات اسرائیل، مرگ و بی‌نظمی در صفوف حزب الله و در پاسخ حمله موشکی بالستیک به اسرائیل که تخریب آن محدود به نظر می‌رسید. گزارشی که دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در ماه فوریه منتشر کرد، تهدید هسته‌ای رژیم ایران را در مقایسه با ارزیابی‌های قبلی با عباراتی واضح‌تر توصیف کرد. در حالی که به نظر نمی‌رسد ایران به طور فعال در حال توسعه سلاح باشد، تهران از سال 2020 اعلام کرده است که دیگر مقید به محدودیت‌های توافق هسته‌ای نیست و فعالیت‌هایی را انجام داده است که اگر بخواهد این کار را انجام دهد، موقعیت بهتری برای تولید سلاح اتمی دارد. بر اساس گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نگران کننده تر از همه، سال گذشته ایران شروع به ذخیره‌سازی نوعی اورانیوم بسیار غنی شده کرد که به درجه تسلیحات نزدیک است.
مقامات آمریکا تایید می‌کنند که اگر ایران بخواهد می‌تواند از این سوخت برای تولید اورانیوم با ارزش تسلیحات ظرف چند روز استفاده کند. واشنگتن پست افزود چندین مقام فعلی و سابق ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که اسرائیل ممکن است از فرصتی برای حمله به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران به عنوان تلافی حمله موشکی این هفته رژیم استفاده کند. مقامات و کارشناسان تسلیحاتی گفتند این که آیا بمب‌های اسرائیل می‌توانند به عمیق‌ترین نیروگاه‌های اورانیوم ایران نفوذ کنند یا خیر مشخص نیست. آنها گفتند که بیشتر اورانیوم بسیار غنی شده ایران در کارخانه غنی‌سازی فردو که در داخل تونل‌های حفر شده در کوهی در نزدیکی شهر قم ساخته می‌شود قرار دارد. گریگوری کوپلنس، کارشناس منع اشعاعی تسلیحات هسته‌ای در دانشگاه جورج میسون گفت حملات اسرائیل علیه حزب الله در هفته‌های اخیر تا حدی با هدف خونسا کردن نیروهای موشکی این گروه بود که به طور گسترده به عنوان بیمه رژیم ایران در برابر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای آنها تلقی می‌شد. کوبلنس گفت در حال حاضر با خلع سلاح عملیاتی حزب الله اسرائیل فرصتی برای حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران دارد و با خطر کمتری برای انتقام از جانب حزب الله مواجه است. تزریق مدال فتح در بحبوحه ضربات و شکست برای تقویت روحیه. اعطای نشان فتح توسط خامنه‌ای به پاسدار حاجی زاده سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به خاطر حمله موشکی به اسرائیل. در حالی که رژیم تاکنون عمدن خبری از وضعیت و سرنوشت قاآنی سرکرده نیروی تروریستی قدس نمی‌دهد، خامنه‌ای برای تقویت روحیه پاسداران و عوامل خود به دادن نشان فتح به سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مبادرت کرد. به نوشته سایت خامنه‌ای، این نشان به عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده است. دشمنان اگر با خطهای محاسباتی دست به ماجراجویی بزنند، نمی توانند به استقلال و عزت ملی ما و مسیر کلی کشور خدشه‌ای وارد نمایند. برگزاری خطبه های نماز جمعه به دشمن پیام اقتدار داد و در جبهه های مقاومت روحیه امید تزریق کرد. نماز جمعه این هفته رهبر حکیم انقلاب اسلامی روشنترین جلوه اتحاد و اقتدار ملی بود و دنیا شاهد بود که ایران عزیز ما به پشتوانه وجود رهبری انقلابی و با درایت و ملتی هوشمند و با غیرت قوی و سربلند است و نیروهای مسلح به پشتوانه این دو نعمت دلگرم و قدرتمند هستند. دشمنان چنین کشوری حتی اگر با خطای محاسباتی دست به ماجراجویی‌های مقطعی علیه کشور ما بزنند، نمی‌توانند به استقلال و عزت ملی ما و مسیر کلی کشور خدشه‌ای وارد نمایند. بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، همه ما باید تأکید کنیم که تفرقه سیاست دشمن است. تفرقه میان آحاد جامعه، میان دولت و ملت، میان گروه ها و احزاب در جامعه اسلامی و میان ملت ها و دولت های اسلامی سمی مهلک است. همان جنایتکار اشغالگری که شهید هنیه را به شهادت می رساند، شهید نصرالله را نیز شهید می کند. آنها با شیعه و سنی، با انسانیت، با شرافت و با صلح دشمن هستند و اتحاد باید بر این اساس مستحکم شود.
هوشمندی رهبر شجاع انقلاب مبنی بر برگزاری خطبه های نماز جمعه و تاریخ سازی مردم و در این یوم الله به دشمن پیام اقتدار داد، برای جامعه آرامش به ارمغان آورد و در جبهه‌های مقاومت روحیه امید تزریق کرد. بیانیه مجلس رژیم: مجلس از اقدام قدرتمندانه نیروهای مسلح و حملات موشکی سپاه پاسداران تقدیر می نماید و تأکید می نماید تمامی تمهیدات لازم را برابر فرمان رهبر به عمل خواهد آورد. حاجی بابایی رئیس جلسه: روز جمعه روز اقتدار ملی بود و یک استراتژی مهم در روز جمعه تعیین شد برای دنیا. بیانیه‌ای در حمایت قاطعانه مجلس از محور مقاومت و ملت لبنان و فلسطین تهیه شده و به امضای قاطبه نمایندگان مجلس رسیده که قرائت خواهد شد. در وضعیتی که رژیم رو به زوال اسرائیل با حمایت و پشتیبانی آمریکا و انگلیس و در انفعال و سکوت مرگبار مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت حملات خود به غیر نظامیان در غزه و لبنان را تشدید کرده و مرتکب جنایت علیه بشریت گردیده است، اما جمهوری اسلامی و محور مقاومت با صلابت کنار ملت فلسطین و لبنان ایستاده است و در این برهه سرنوشت ساز با هوشمندی، حکمت، شجاعت و قدرت رؤیای تحمیل شوم نقشه شوم خاورمیانه آمریکایی صهیونی را به شکست خواهد کشانید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند متعال به خاطر وجود نعمت بزرگ رهبری عزیز، حکیم و مقتدر و حضور مقتدرانه و پرشور ملت رشید ایران در نماز جمعه نصر به امامت ولی امر مسلمین، از اقدام قدرتمندانه نیروهای مسلح و حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم صهیونی تقدیر می نماید و مواضع قدرتمندانه رئیس محترم جمهور در سفر به قطر و سفر به موقع و شجاعانه دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه به بیروت و دمشق در شرایط بسیار حساس منطقه‌ای و مواضع مقتدرانه ایشان در لبنان و سوریه را تقدیر نموده و تأکید می نماید تمامی تمهیدات لازم را برابر فرمان رهبر انقلاب به عمل خواهد آورد. آقای رئیس، همکاران عزیز، این بیانیه به امضای قاطبه نمایندگان رسیده است. خیلی ممنون و متشکر. همینطور که بیانیه قرائت شد، روز جمعه روز اقتدار ملی بود. پیام ملت بزرگ ایران به جهانیان بود بدانند که ملت بزرگ ایران پشت سر این انقلاب ایستادند. اقدامات خوب و قابل تقدیر نیروهای مسلح مورد تایید قاطبه ملت بزرگ ایران است و به فضل الهی این حضور گسترده تعیین تکلیف کرد برای آمریکا، برای رژیم صهیونیستی، برای همه کشورها. اونهایی که شک داشتن که آیا مردم پشت سر این اقدامات نیروهای نظامی هستن یا نیستن، مردم با قدرت و صلابت اثبات کردن که پشت سر این حرکت بزرگ و عظیم هستن و یک استراتژی مهم در روز جمعه تعیین شد برای دنیا و مقاومت بداند که ملت بزرگ ایران از صفر تا صد پشت سرشون ایستاده است. تلاش برای تبدیل جنگ به جنگ مسلمان‌ها با آمریکا و اسرائیل. پاسدار نقدی، هماهنگ کننده سپاه پاسداران خامنه‌ای: اگر حماس خودش بود و این رژیم، کار رژیم صهیونیستی به آخر آبان 402 نمی‌کشید. اینجا آمریکاست که با مسلمان‌ها می‌جنگد. منتها پیاده نظامش رژیم صهیونیستی است. زاغه های مهمات رژیم چند بار خالی شد ولی همه را دوباره آمریکا پر کرد.
و اگر مسلمان ها با این رژیم تنها بودن، حتی همین حماس اگر خودش بود با این رژیم، کار رژیم صهیونیستی به آخر آبان 402 هم نمی کشید و کار اونها با حزب الله به آبان 402 هم نمی کشید. اما اینجا امریکاست که داره می جنگه با مسلمان ها، منتها پیاده نظامش رژیم صهیونیستی است. زاغه های مهمات رژیم چند بار خالی شد ولی همه رو دوباره امریکا پر کرد، پولهاش تمام شد و اقتصادش به فراکت افتاد و پولو بود که امریکا کمک و تزریق کرد و اینها رو سر پا نگه داشت. و اللحاظ اطلاعات، خب بعضی خورده میگیرن که آقا چرا حزب‌الله اینجوری و این مثلا سلطه اطلاعات رژیم، مثلا این سلطه اطلاعات رژیم صهیونیستی نیست، این همه جهان غرب در رأس اونها امریکاست، تمام سرویس های جاسوسی دارن در بیروت جاسوسی میکنن برای رژیم. یعنی برای همه دنیا ثابت شد که دولت رژیم صهیونیستی یک یگان از ارتش امریکاست. سخنگوی سازمان هواپیمایی رژیم از لغو پروازها از ساعت 21 شامگاه یک شنبه تا 6 صبح روز دوشنبه خبر داد. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا اعلام کرد با توجه به محدودیت عملیاتی پیش آمده، پرواز تعدادی از فرودگاه‌های کشور از ساعت 21 امشب یک شنبه 15 مهر ماه تا 6 صبح فردا 16 مهر ماه لغو می شود. روز یک شنبه 15 مهر قیمت هر دلار با حدود 1000 تومان افزایش به 63150 تومان رسید. قیمت یک سکه بهار آزادی با 800000 تومان افزایش به 43 میلیون و 800000 تومان رسید.